جمعیت انبوهی از شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام در عراق از چند روز گذشته با پای پیاده برای زیارت و شرکت در آیین‌های سوگواری شهادت امام موسی کاظم علیه السلام سفر خود را به سمت کاظمین آغاز کردند. گزارش‌ها از عراق حاکی از آن است که مسیرهای مختلف به بغداد پایتخت عراق شاهد حرکت گسترده و پیاده زائران برای حضور در کاظمین و حرم مطهر امام موسی کاظم علیه السلام است. شایان ذکر است نیروهای امنیتی عراق امنیت زائران را تأمین نموده و مرکب‌های خدمت‌رسانی حسینی همچنان بهترین نوع خدمات را به آنان ارائه می‌کنند. شمار زائران عراقی حضرت زینب سلام الله علیها در هفته گذشته در سالروز شهادت ایشان به 26400 نفر رسید. کاردار سفارت عراق در دمشق از دولت سوریه و دستگاه‌های امنیتی آن بابت تسهیل ورود زائران عراقی به سوریه در سالروز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها تقدیر و تشکر کرد. شمار زائران عراقی حضرت زینب سلام الله علیها در هفته گذشته به 26400 نفر رسید که 18500 نفر از طریق زمینی و مرز آلبوکمال و 7900 نفر از طریق فرودگاه بین المللی دمشق وارد سوریه شدند. گفتنی است روز گذشته عبدالامیر اشمری وزیر کشور عراق به همراه فرماندهی مرزبانی و شماری از فرماندهان امنیتی دیوار بتونی احداث شده در منطقه البوغاز در نوار مرزی عراق و سوریه را افتتاح کرد. شیعیان پاکستان از نامزدهای انتخاباتی می‌خواهند به وعده‌های خود عمل کرده و از طبقات محروم این کشور حمایت کنند. آنها همچنین خواستار رسیدگی به بخش آموزش و پرورش، اشتغال و بهداشت شدند. در همین راستا شهروندان شیعه در شهرهای اسلام‌آباد، کویت، بلوچستان و غیره در مصاحبه‌های مطبوعاتی اظهار داشتند طبقات محروم و فقیر کشور از حمایت کافی از سوی دولت‌های قبلی برخوردار نبوده و این امر مستلزم انتخابات جدید از میان نامزدهای انتخاباتی شیعه میباشد تا شیعیان در این کشور بتوانند از حقوق کامل خیش در این کشور بهره مند شوند. گفتنی است در چند روز آینده پاکستان شاهد برگزاری انتخابات قانونگذاری خواهد بود که جمع زیادی از پیروان اهل بیت علیهم السلام آن را فرصتی برای کسب کرسی و نمایندگی سیاسی برای خدمت به جامعه شیعه به طور خاص و عموم مردم می دانند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که بیش از 10000 کودک فلسطینی از سوء تغذیه رنج می‌برند. یونیسف افزود که لاغری مفرط جدی‌ترین نتیجه سوء تغذیه است که مانع رشد بدن و مغز می‌شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل پیشتر نیز اعلام کرده بود که گسترش درگیری‌ها، سوء تغذیه و افزایش بیماری‌ها در غزه دایره مرگباری را در این منطقه ایجاد کرده است. گفتنی است وضعیت اسفار کودکان غزه در شرایطی است که به تازگی 8 کشور کمک‌های مالی خود را به سازمان آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد آنروا متوقف کردند. فیلیپ رازاینی اظهار کرد که توقف کمک مالی به آنروا فعالیت‌های بشردوستانه آن در مناطق خاص به ویژه غزه را با خطر مواجه می‌کند. به همچنین کشورهایی که کمک مالی به این نهاد را متوقف کردند خواست در تصمیم خود بازنگری کنند. منابع محلی در ولایت پکتیا اعلام کردند گذرگاه مرزی انگور اده بین افغانستان و پاکستان پس از 3 ماه بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از منابع محلی در ولایت پکتیا گذرگاه منظور مرزی انگور اده امروز دوشنبه 9 بهمن پس از 81 روز اعتراض ساکنین دو سوی مرز بازگشایی شد.
این گذرگاه مرزی پس از آن مسدود شد که نظامیان پاکستانی داشتن ویزا و پاسپورت را برای عبور ساکنین دو طرف مرز اجباری کردند. سپس مردم دو سوی گذرگاه دست به اعتراض زده و خواهان لغو این ممنوعیت شدند. از سوی دیگر منابع میگویند این گذرگاه به روی تردد خودروهای باربری هنوز هم بسته است. منابع محلی میگویند که در پی واژگون شدن خودروی حامل مهاجرین افغانستانی در ایران یک تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. خودروی این پناهجویان که به صورت قاچاق به ایران می رفتند در شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان در ایران واژگون شده است. گفتنیست وضعیت شمار زیادی از زخمیان این رویداد وخیم است. در پایان گفتنیست چند روز پیش نیست در پی واژگون شدن خودروی حامل پناهجویان افغانستانی در سیستان و بلوچستان دو تن جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی روز گذشته دست کم 42 نفر از جمله یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جریان درگیری‌ها در سودان جنوبی کشته شدند. رومانیل رو فرماندار منطقه مرزی ابی خواستار استقرار سریع نیروهای امنیتی بی‌طرف در این منطقه شد. در همین راستا نیروهای امنیتی سازمان ملل متحد که در منطقه مستقر هستند حملات مسلحانه‌ای که منجر به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل از غنا شد را محکوم کرد. در پایان شایان ذکر است منطقه مرزی ابی همچنان یک منطقه مورد مناقشه بین سودان جنوبی و سودان است که در حال حاضر از 15 آوریل 2023 تا کنون شاهد درگیری‌های فراوانی است. به گفته محققان تغییرات آب و هوایی عامل اصلی خشکسالی ویرانگری بود که سال گذشته آمازون را فرا گرفت، زیرا گرمایش یکی از مهمترین اکوسیستم‌های جهان به شمار می‌رود که تثبیت آن آب و هوای جهانی را تهدید می‌کند. خشکسالی تاریخی و آتش سوزی های بزرگ آبراهای مهم را کم آب کرده و تلفات فاجعه باری بر حیات وحش وارد کرد. از سوی دیگر محققان بر این باور هستند که گرمایش زمین که ناشی از فعالیت انسان است عامل اصلی خشکسالی شدید سال گذشته در آمازون، یعنی بزرگترین منبع ذخیره کربن جهان بوده است که میتواند تأثیرات مخربی بر آب و هوا بر جای بگذارد. دانشمندان هشدار دادند که وضعیت با گرم شدن آب و هوا بدتر میشود و آمازون را به سمت خشک شدن سوق میدهد. ایشان معتقدند گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسان جنگل زدایی را به نقطه اوج میرساند و باعث میشود مقدار زیادی دی اکسید کربن آزاد شود.